بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور ساعتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم مشفق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز پنجشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های ریاست پاسپورت است. شما از اگر مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0711490 تماس بگیرین و مشکلاتتون رو به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز قرار بود جناب نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت با ما در برنامه حضور داشته باشند، ولی متاسفانه در برنامه حضور نیافتند و تماسایی هم که همکارای ما با ایشان گرفته بودند متاسفانه جواب ندادند. خدا کنه که خیرت باشه، جناب پتمن صاحب برش کدام مشکل خاص پیش نشده باشه. به هر حال باز هم ما تلاش میکنیم مشکلات شما عزیزا را بگیریم و با مسئولین ریاست پاسپورت برسانیم. باز هم تکرار میکنم، شما میتونین که با شماره تماس برنامه ما 0711490 تماس بگیرین و مشکلاتتون رو به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز جناب جمشید احمدی همکار عزیزم با خود در برنامه دارم که به یک نحو اکتینگ جناب نورالله پتمن صاحب بکنه. شوخی کردم. احمدی صاحب سلام، صبحتون بخیر. عمری صاحب صبح شما هم بخیر، صبح بیندای عزیزم بخیر. خوشحال هستم که امروز در کنار خودت هستم، در خدمت هموطنان عزیز هستم. متاسفانه مهمان ما نرسن نورالله پتمن حتماً. خب زندگی همی از عمری صاحب بعض وقتا یگان چالش ها مشکلات ها میباشه. مهمانای ما با مشکل که مواجه میشن باز به برنامه دعوت ما را نمیپذیرن یا پاسخگو نیستن. امروز قرار بود که نورالله پتمن داشته باشیم، عمری صاحب نامدن، نمیفهم دلیلش چی بود که نامدن. اما گرفتن پاسپورت حق مسلم هر فرد، هر شهروند، هر افغان است که باید پاسپورت داشته باشند، تذکره داشته باشند، چون هویت ما هست. اما ای که بعضی از هموطنان ما با مشکلات مواجه بودند، با مشکلات مواجه شدند، پاسپورت در دست ندارند، تلاش میکنند پاسپورت بگیرند. حتی مو کوچکترین عضو خانوادهشون که تازه به دنیا آمدن تلاش میکنن زودتر پاسپورت بگیرن. همه که در فکر همی است که پاسپورت بگیرن، پاسپورت داشته باشن. صد این حال خودت انتخاب کن که من سوالای پتمن صاحب هست و از خودت بکنم یا بریم بحث عمومی را ما خودت در خدمت بینندگان عزیز و هموطنان عزیز همیشه بودیم. زنگ بزنن. بله. تماس های هموطنان عزیز ما را می داشته باشیم. هر کی که پاسپورت گرفتن با مشکلات مواجه بودن، نگرفتن و میخواین پاسپورت بگیرن، یکی خدمات پاسپورت چگونه هست؟ خوب است تماس ها را بگیریم. عمری صاحب بفرمایید. فقط یک موضوع که ما مشکلات همکارای ما ببخشین از هموطنان ما یادداشت کردیم و امروز قرار بود که از جناب پتمن صاحب در این مورد پرسان بکنیم و اونها پاسخ بدن. میخوایم یک بار دیگه یادآوری بکنم که هموطنان ما هم آزرده نشه. یکی از هموطنان ما با گرفتن پاسپورت بر ریاست پاسپورت رفته بودن. بله. میریم تماس میگیریم بعد سر از بحث میکنیم. بله سلام علیکم. بله. سلام صبحتان بخیر. بله. میشنویم. بله. صدایتان هم میشنویم. تماس شما وصل است، بفرمایید برادر. سلام علیکم برادر، من خوشتر بر باشیم. بخیر باشین، بفرمایید برادر، مشکل تانه بگین. با خاطر خواهر که ما سمرا در ریاست پاسپورت دستنا کریم دیگه وقتی که مشخص ها صدرت میکنیم در قسمت چاپورت که میرسه از اون پیسپلیت میکنیم صدایتان برادر قطع وصل می، اگر لطف کنید جایتان رو تغییر بتین تا درست ما صدایتان رو بشنویم. بله میشنویم. حالا حالا میشنویم، بفرمایید برادر، اثر بگوین مشکل تانه. با کدام ولایت شما ثبت نام میکنین؟ ولایت کابل. درست است، ولایت کابل فعلا بند است. بله. درست است، انشالله بعد از ختم برنامه انشالله ما به شما معلومات درست ارائه خواهد کرد. عمری صاحب مشکل برادر من یادداشت کردم که مشکل سایت از زمانی که وارد سایت میشن نمیتونن که پاسخگوی درست از سایت بگیرن که بله. گپ از چی قرار است. اینو یادداشت کردیم، اگر باز انشالله فرصت بود امروی پتمن صاحب شریک میسازیم. تماس داریم. بله سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی، بخش صدای شما. بله خب از همه هموطنان عزیز، کسایی که بیننده ما هستن، بخصوص کسایی که شنونده آرینا اف ام هستن، عمری صاحب میتونن تماس بگیرن، جای درست انتخاب بکنن تا اینکه ما صدایشون رو بشنویم و مشکلشون رو یادداشت بکنیم. شما احمدی صاحب. بله بفرمایید عمری صاحب. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام، مهربانی بفرمایید، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
صدای تلویزیون تا پخش کنه. بفرمایید. متاسفانم. میشه که صدای تون از خود گوشی تلفنتون بشنوین و از طریق تلویزیون امکان پذیر نیست، ما نمیتونیم اما مشکل شما رو یادداشت بکنیم. خب عمری صاحب، تماس بعدی رو میخوایم بگیریم. بعض تماس ها که مشکل است، ما نمیتونیم اون صدایشون رو بشنویم. تماس بعدی رو بگیریم عمری صاحب. میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام، تماس شما وصل است، میتونین صحبت کنین. تماس تان وصل است. سلام خواهر عزیز، صبحتان بخیر. علیکم سلام. ما نامی پاسپورت ما وقتی شد هم مانده تقریبا 8 ماه یا 9 ماه مانده. ما چرا همتون بر ما رنمایی کنیم چی پاس کنیم؟ بله، شما هم یالا در سایت مشوره ما می است که شما ثبت نام بکنید، مشکل نداره. اگر وقت باقی هم مانده باشد تمدید میشه. قبل از قبل شما ثبت نام بکنید. اگر در مرکز میخواین میتونید در مرکز بارکد براتون میتم و منتظر میمانید تا سایت باز میشه. زمانی که سایت باز شد به شکل اتومات یا با همون کسی که براتون فرم پر میکنه اونا فرمتان تبدیل میکنه. و یا هم مربوط کدام ولایت اگر میشین، مثلا کاپیسا، فعلا شما ثبت نام میکنین، بارکد نمبرتان میگیرین، زمانی که ولایت باز میشه امو کسی که با شما فرمتان پر کرده میتونه که اتومات به ولایتتان تبدیلش کنه. ولی شما لطفا اگر میخواین سر وقت پاسپورت بگیرین، امیال ثبت نام میکنین. ثبت نام هر زمان میشه. شما میتونین به یکی از اینترنت کلاب ها مراجعه بکنین، گرچه خودتان هم میتونین، ولی ای که معلومات ندارین لطفا به یک اینترنت کلاب مراجعه بکنین، براتون راهنمایی میکنن. بخیر باشین. به خاطر تمدیدم همتان های ما میتونن که ثبت نام دوباره داشته باشن و به راحتی میشه تمدید شوم. صحبت های نورلی پتمن بود. تماس داریم. بله سلام، صبحتان بخیر هموطن. بفرمایید، صبحتان بخیر. بله خب میشه از اطفال دور باشین. بله سلام، صبح بخیر. بله 070-111-4090 شماره تماس برنامه صبح زندگی بخش صدای شما هست که ما از شنبه تا پنج شنبه این بخش از مسئولین امارات اسلامی افغانستان میداشته باشیم و شما هم اگر سوالات دارین، مشکلات دارین، میشه که تماس بگیرین. عمری صاحب تماس داریم؟ میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبحتان بخیر. بله سلام برادر، صبحتان بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ جورج بخیر. جورج ببخشید، بغیر از خیرخانه من تماس شده امام بایتان. بفرمایید برادر، مشکلتان رو بگوین. برادر شما درباره پاسپورت گفتین، یک برادر خودم 6 نفر فامیلش بود، تقریبا 18 ما میشه که ثبت نام کرده بود. یک سال شد، هم یک سالش کنه شد، سر سه نفرشان بر آمد هم با پاکه که هست امون رو دارم در یاست پاسپورت چند بار چیز کردن، سه نفرشان رو داد، چهار سیت دیگه ایش میگه که ایش تب نشوه از اون بارکوت هست که چیز از اون دوست شد. بله درست از برادر، انشاءالله بعد از برنامه مشکل تانو با جناب نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت شریک میسازیم و انشاءالله که معلومات تانو هفته آینده یا روز پنج شنبه و یا روز یک شنبه و شما ارائه خواهد کرد. بله تماس بعدی داریم. 070-111-4090 شماره تماس ماست. بله سلام، صبحتان بخیر. بله بله سلام علیکم. بله سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بخیر باشه. از میدان وزگت محمد ظریف هستم. به حساب این مایبین گفتم اگر به ما معلومات بدین معاشای ما اصلا درک نداره اینجا ایده آمد. شش ماه اول گرفتید برادر؟ اصلا معاش نگرفتیم امسال. از پار سال گرفتیم، نمیدانم به میاولای سال گرفتیم، بعد از او تابانه ندادم و یک رو به داد تجده داره از او به بعد دیگه اصلا نداده به انیمایی میز امونت. درست است برادر عزیز، انشاءالله ما بعد از ختم برنامه با مسئولین تماس میگیریم و مشکل شما را شریک میسازیم. بله
هموطنان عزیز، امروز اختصاص به سخنگوی اداره پاسپورت است که هر هموطن ما که به مشکل مواجه است و اکثریت سوالات ما از آدرس پاسپورت میخواهیم داشته باشیم تماس داریم. عمر صاحب سلام، صبح بخیر. علیکم سلام، مهربانی اورو رچو کله کوم زیداری کنی ولی بله استاسو کا گورو مهربانی وکي خبري وکي. سلام علیکم، اورو مهربانی اورو بله بله مهربانی دار انا تلویزیون دا هو دی اریانا تلویزیون دا مهربانی وکړور مال دا غشه مال د من پاسپورت مال دا کال نو وخت دا یو تلور نه چې پاسپورت باندې او چې مال دا په باندې کینا مخکې معلومات درک ورور تاسو ته چلور میشته پیوخت دی پاسپورت خو تاسو ایکسپایر شوی دا تاسو باید د تمدید لپاره بیا مراجعه وکړئ نوم لیکنه وکړئ تر څو بل پاسپورت ترلاسه کړئ. یعنی دا خاطر پاسپورت او خو تاسو وایئ چې څلور میاشتې پې تېرې شوې دي تاریخ نه سم سمه ده؟ آها میریم به طرف تماس بادی احمدی صاحب. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم محترم جور هستی. بخیر باشین برادر عزیز، کی هستین، از کجا تماس گرفتین و در قسمت پاسپورت چی مشکلی داشتین؟ محترم می باشید امی رابطه البته شما خدا باری پاسپورت است، من باری تذکری الکترونیکی استان می پرسون. بفرمی دولایات ما ثبت نام کردیم، ما که از مردم پرسان میکنیم دو هفته بعد می و یک هفته بعد می تقریبا دو ماه وقت دار امی چی مشکلت نه فامدو جخو از دوشنبه روز دوشنبه از مشرقی و سمت مشرقی رئیسی شد نوبت شد و یک هفته نامد یک هفته بعد باید بگی تو ما چی معنی داره که تو ما باست تاریخ میدنه که تو ما باست یا سلامت باشین برادر عزیز. انشالله با محمد علیم رافع سخنگوی ریاست احصائیه ما صحبت خواهد کردیم. ما در این هفته هم جناب رافع صاحب با خود داشتیم، شاید شما برنامه را ندیده باشین دیگه. انشالله مشکلتان امرادشان شریک میسازیم که چرا دماتان بخیر باشین. سلام. هرچند که عمری صاحب بتمن صاحب گفت که چهار سایت دیگه هم جدید آغاز میشه و سهولت ها بله سهولت های ایجاد میشه، انشالله که هموطنان ما بتونن. فکر میکنم برادر ما روی خط هستن. بله بله، بعد انشالله سر از این بحث خط کردیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. چه سلام، صبحتان بخیر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ عافیت باشین، دفنای خدا باشین، امدایم کارهای تکنیکی و نشراتیتان. من یک تن از متقاعدین هستم که مدت 40 سال خدمت کردیم به وطن. واقعا صادقانه امیر متقاعدین کل مردم های مظلوم بیچاره کسایی که غیر از این ماشو تقاعدی دیگه یک مزرک و آید نداره، با شما هم بهتر معلوم است از ارخیزی ما سای بدنی زمت کشی ما بوده اتنه بوده سای که از انتخاق ما شما وضع شده این امیر امیدواره از این کمی تقاعد ما رو مدت تقریبا 40 سال خدمت کردیم و با باد از وام خدمت کردیم و همیشه خدمتگار امی وطن بودیم. شاید یعنی غیر از ما شما دیگه مدرک های دام نداریم دیگه، از یک طرف مریضداری، از یک طرف پیری و زهیری و بیچارگی. این امیر امیدوار هستیم که مقامات مسئول بالا لطف بکنه، انوارات لطف بکنه، می تفاید ما را بتر ما بسیار پریشان هستیم. سلامت باشین، بسیار روزا تشکر از تماستان. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بینده ما روی خط تلفن هستن. بله سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبحتان بخیر برادر، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ بله السلام علیکم رحمت الله برکاته. و علیکم سلام، مهربانی اورور چوک له کوم زی دیاری کنی ولی برادر محترم خدا من تعالی شما را خیر و برکت بده. سلامت باشین، شما را هم خدا خیر و برکت بده. بفرمایید مشکل دارم. تقریبا نو ماه پیشتر اکادمی علوم فتوا داد که تقاعد مامورین جایز و رواست و مول حساب وزارت مالیه 4 میلیارد افغانی را جدا کرد، ولی نمیدانم که امارات اسلامی به خاطر چی این تقاعد را میده و حتی آوازه ای تو است که تقاعد بیخی می رس نقصان دن در حالی که به معیوبین و به این مردم های دیگه معاش میدن. اما یک کسی که منتخب به تقاعد سوق میشه او آدم ریشته فیل از معیوب کده بدتر میباشه دیگه. من نمیدانم که فیشکه عریضه کنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به یک یهودی که در مدینه مرونه سوار میکرد سوال میکرد، او را بخاطر سوال من ایسا و برایش حقوق و تقاوت قیم کرد. سلامت باشه، بسیار روزه تشکر برادر از تماستان. سلامت باشین، بسیار روزه تشکر از اینکه با ما تماس گرفتین. متاسفانه ما چندین بار با مسئولین ریاست تقاوت
صحبت کردیم ولی متاسفانه نتیجه مثبت حاصل نشد. باز هم ما تلاش های خود ادامه خواهد دادیم به خاطر هموطنان عزیز ما تا مشکل هموطنان ما حل شود. و جناب احمدی صاحب فرصت برنامه فکر میکنم تمام شده. تمام است. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز با ما همکاری کردی و افتخار بخشیدی نوری صاحب. افتخار موثر. سلام در خدمت هموطنان بودین، در خدمت بیننده بودین. به خیر باشین. بیننده عزیز بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که باز هم شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان. فقط یک صدا آخر می‌خوایم براتون بگوییم که روز شنبه جناب عبدالغفار فاروق رئیس نشرات و اطلاعات وزارت امرالمعروف و ما در برنامه حضور خواهد داشتند. شما اگر مشکلی داشتین که مختص به وزارت امرالمعروف میباشه، میتونین که روز شنبه با ما شریک بسازین. خدا نگهدار. بخیر روزتان خوش.